روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه خودش در گزارشی از کانون اصلاح و تربیت به موضوع افزایش جرایم در بین کودکان و نوجوانان بین 9 تا 18 سال پرداخته. در این گزارش اومده این جرایم شامل سرقت، چاقوکشی، درگیری و قتل میشه. یک جرمشناس به نام امین گوریز در این مقاله عنوان کرده که این جرایم عموماً مربوط به کودکان کار و کودکان بد سرپرست میشه. در این راستا باید برای این کودکان چاره اندیشی بشه. در این مطلب اومده اونهایی که دزدی کردن انگیزهشون مسائل مالی بوده، اونهایی که مرتکب قتل شدن انگیزه هاشون مسائل حیثیتی، جنسی و بهتان ها بوده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با خانم سبا آلاله، روانشناس بالینی از پاریس فرانسه. درود بر شما. چرا جرایم در بین نوجوانان و کودکان افزایش پیدا کرده؟ نقش و آموزش این وسط کجاست؟ بذارید اول من قسمت دوم سوالتون رو توضیح بدم. اینکه اصلا نقش آموزش برای کودکان بسیار میتونه تاثیر و کارآمد باشه، به دلیل اینکه سطح آموزش پذیری در کودکان بسیار بالا هست. ولی آموزش برای کودکان باید به صورت رویکردهای حمایتگرانه و پیشگیرانه باشه. یعنی ما بتونیم یک سری آموزش و مجموعی از آموزش‌هایی رو برای کودکان داشته باشیم که اونها تصور بکنن رویکردهای حمایتگرانه دارن. یعنی بتونیم اونها رو در یک چارچوب حمایتگرانه قرار بدیم به دلیل اون شرایط جسمانی و روانی دارن. و بعد از اون به دلیل اینکه به دلیل اون کمبود تجربیات خودشون با رخدادهای اجتماعی و که در جامعه برای اونها به وجود میاد، باید بتونیم اونها رو با یک سری آموزش‌های پیشگیرانه روبرو بکنیم که بتونن اگر وارد محیط آسیب‌زایی بشن بتونن از اون فضا بتونن با اون فضا روبرو بشن. اینو به این خاطر گفتم که بدونیم نقش آموزش برای کودکان چقدر میتونه مؤثر باشه. ولی برگردم به بخش اول سوالتون، اینکه چرا جرم‌ها در کودکان و نوجوانان افزایش پیدا کرده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده و پیوندی اون برمیگرده به جامعه ناسالم و یک ساختار ناسالمی که کودکان و نوجوانان دارن در اون رشد پیدا میکنن. ما تصور بکنیم اگر سطوح بالاتری رو ببینیم که همه چی مثل زنجیره به هم دیگه وصل هست، کودکان در یک جامعه‌ای دارن رشد پیدا میکنن، در یک ساختاری دارن رشد پیدا میکنن که بسیار ناسالم و ناکارآمده. زیر مجموعه اون خانواده هست که خانواده هم یک سری آموزش ها و یک سری راهکارهایی رو برای کودکان به وجود میاره که همه اونها ناسالم و ناکارآمدی هست. در همین گزارش هم بهش اشاره کردید که کودکان تقریبا کودکان کار و یا کودکان بدسرپرست میشن. و همون خاطر من تصور میکنم که زمانی که کودکان در این زنجیره قرار میگیرن که پرآسیب ترین گروه اجتماعی هم هستن، قطعا میتونه جرم و جنایت رو در جرم ها رو در کودکان و نوجوانان بسیار افزایش بده. خب شما در مورد طرح حمایتی صحبت کردین. توی این گزارش اتفاقا دو تا نکته رو بهش اشاره کرده. یکی بحث قتل بوده و اشاره کرده که اتفاقا یک نوجوانی که تو سن 16 سالگی به خاطر یک تهمت یک پسر 20 ساله رو میکشه با چاقو، به خاطر اینکه تهمت بهش زده شده بوده، یه چیز خیلی ساده باعث قتل شده. بعد بررسی کرده سر اینکه چون در قوانین اسلامی فرد 15 ساله بالغ به حساب میاد، این جزء قصاص باید انجام بشه و میتونه بعضن سلیقه‌ای هم در این مورد اشاره کرده. این موضوع که رشد کودکان چگونه خواهد بود، چطور در جهان 18 سالگی رو به عنوان گذر از کودکی میدونن و در قوانین اسلامی 15 سالگی و اصلا چه شکلی بعضن میگه که به صورت سلیقه‌ای دارن قضاوت میکنن، چون بعضی از قاضی‌ها میگن رشد کرده رشد نکرده، نحوه این رشد چه شکلیه؟ در مورد این برامون صحبت کنید. خب ببینید، با بلوغ روانی و جسمانی از نظر متخصصان و از نظر جمهوری اسلامی کاملا با همدیگه منافات داره و در برابر همدیگه قرار میگیره. ما معمولا بلوغ رو یک سری تغییرات و بر اساس نیازهای جسمانی، احساساتی و روانی و فردی اجتماعی کودکان در نظر میگیریم که میگیم که اونها مراحلی رو در زندگی طی میکنن که میتونن به یک بلوغی برسن که اون بلوغ میتونه تغییراتی رو در رابطه با اونها شکل بده. ولی جمهوری اسلامی در نه تنها در رابطه با حقوق کودکان، بلکه در رابطه با تمام رفتارها و واکنش‌هایش هم نسبت به کودکان پر از تناقض و ابهام هست. شما نگاه بکنید در همین گزارشی که شما الان بهش اشاره کردید، کودکی رو یک کودک بالغ میدونه، کودک 15 ساله رو یک کودک بالغ میدونه که مثل یک بزرگسال با اون رفتار میکنه. ولی خیلی جالبه که بدونیم در جای دیگه به هیچ عنوان حق و حقوق برای کودکان در ساختار آموزشی، در ساختار اجتماعی نه تنها هیچ حق و حقوقی برای کودکان قائل نیست، بلکه همیشه تلاش میکنه اونها رو افرادی خام و ناپخته قرار بده و تصور بکنه
که اونها یه افرادی هستن که همیشه باید یک فرد مسلح و یا یک بزرگسال در کنار اونها باشه و حق استقلال و حق تصمیم گیری رو از اونها میگیره. چون اگر که جمهوری اسلامی برای کودکان حق و حقوقی و به رسمیت میشناخت و یا حتی نیازهای روانی کودکان رو میشناخت، کودکان رو در چنین شرایطی قرار نمیداد. من وقتی این گزارش رو میخوندم به این جمله رسیدم که کودکی چندین ماه و یا چندین سال حکم اعدام میگیره و چندین سال منتظر اعدام خودش میمونه که خب حالا در یک فرایندی و با یک شرایطی به یک مراحل بعدی میرسه. اصلا اگر جمهوری اسلامی نیازهای روانی کودکان رو میشناخت، به جای اون یک کودک چند ساله، 15 ساله رو یا 14 ساله رو در این شرایط قرار نمیداد که برای اون کودک این روند پر از آسیب‌های چندگانه و پر از شکنجه‌های روانی باشه. و مخاطب من تصور میکنم که جمهوری اسلامی بالغ بودن رو بر اساس اون ساختارهای مردسالاره خودش داره، جاهایی که منفعت داره براش رو کودکان رو افرادی بالغ میدونه و جاهایی که براش منفعت نداره و کودکان رو نادیده میگیره کودکان رو نابالغ میدونه، که این دقیقا بر مبنای علمی و تخصصی برای ما کاملا متضاد و منافات داره.